سلام، سلام، عرض خدمت بسیار دارم. خوش اومدین بعد ابوذر عزیز. صدای منو خوب دارین؟ بله، عالی. میخوان که با بیننده ها صحبت کنین، سلام کنین تا بریم سراغ صحبت هم. سلام به تک تک عزیزانی که هستن و این برنامه را شاهد هستم. خیلی خوشحالم که من رو توی برنامه زندگی من با مسیح دعوت کردیم. مرسی از شما که دعوت ما رو پذیرفتین. فکر کنم برای سوال اول خوبه که خودتون رو معرفی کنین، برای من که تا حدودی میشناسمتون این افتخار رو داشتم باهاتون آشنا شدم، و اینکه بگین که الان در حال حاضر کجا زندگی میکنین، چند وقت هست که عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودتون پذیرفتین. ابوذر هستم و 39 سالمه. در کشور مجارستان در شهر گیور زندگی میکنم و 5 سال پیش قلبم رو به مسیح تقدیم کردم. در شکر. در شکر. میشه بر ما بگین که چطور به عیسی مسیح ایمان آوردین؟ خب مثل همه ایرانی ها، من هم توی خانواده مسلمان به دنیا اومدم و توی خانواده پر جمعیت و خیلی پدرم رو دوست داشتم و پدرم چون خیلی مراسم های عبادی اسلام رو انجام میداد، منم میخواستم بیشتر اون من رو دوست داشته باشه، اون رو خیلی پیروی میکرد. ولی از همون سن کم چند تا سوال بر من پیش اومد که چرا من باید عربی صحبت کنم با خدای خودم که من رو فارسی زبان آفریده، و اینکه چرا در یک مکان باید خدا رو پرستش کنم و چرا توی یه تایم های خاصی باید با خود صحبت کنم. و خیلی تلاش میکردم اینها رو انجام بدم ولی نمیتونستم، تا اینکه خسته شدم از این شرایطی که داشتم. از اون طرف خیلی ترسو بودم و این ترس باعث می شد که خیلی دروغ بگم، چون این ترس باعث می شد به خاطر اینکه چیزی رو به دست بیارم یا چیزی رو از دست ندم یا خودم رو اون چیزی که هستم نشون ندم، همیشه دروغ می گفتم. و جدا از این خیلی گناه های دیگه می کردم و یه جایی دیگه اینقدر خسته شدم که من گفتم خب دیگه من آخرش میرم جهنم دیگه، بذار برم زندگی ما بکنم، من هر کاری میکنم با اعمالم نمیتونم پاک بشم. یه سوال دیگه هم از خدا این بود که چرا من رو پاک و معصوم مثل اون امام ها و اون پیامبر ها نیافریدی، تو که خلق میکردی من رو اون شکلی میآفریده که من گناه نکنم. من دوست ندارم گناه کنم ولی خوب دارم میکنم. تا اینکه سال 2006 بود برای اولین بار فیلم مصائب مسیح رو دیدم و خیلی مسیح رو دوست داشتم به عنوان پیامبر و رنجی که داشت میکشید، ولی یک چیزی که اتفاق افتادی سوری صلیب همه رو بخشید و این برای من جای تعجب داشت، چطور میتونه کسایی که میخوان بکشندش رو ببخشه، تازه شفاعت کنه، پدر اینها رو ببخش، نمیدونم دارم چه کار میکنم. و بعد از اون هر بار که میومدم اعمال دینی اسلام رو به جا بیارم با این نگاه که اسلام گفته بود که ما پرفکت هستیم، میگفتم خب چرا عیسی بخشید و اینها نبخشیدن، اینها همش لعنت دارن، نفرین دارن و حتی میتونی بکشی دشمنت رو، مالش رو برداری. و خسته شدم دیگه، گفتم خب این خدایی که من دنبالش دارم میگردم به عنوان آفریننده من توی اسلام نیست. از اون طرف باز هم به خاطر اینکه منافعم رو از دست ندم، مثل شغلم رو باید دروغ میگفتم که من یه مسلمان هستم و همیشه مصاحبه های شغلی که از من میشد در رابطه با عقایدم میشد، تا اینکه من چه حرفه ای رو دارم و چقدر توی اون کاری که قرار به من بسپارند میتونم
مفید باشه. و بعد از این تصمیم گرفتم که ایران رو ترک کنم و پیش خودم گفتم خب این بار برم ببینم مسیح چی میگه و برای یه زندگی بهتر از ایران اومدم بیرون. و وقتی از ایران اومدم بیرون اون همه درد و زخم و اون بار گناهی که داشتم هم با خودم آوردم و توی مسیر توی بلغارستان انجیل به دستم رسید. انجیل رو خوندم، باز هم عیسی گفت که دشمنانت رو ببخش و باز هم من با این کلمه مشکل داشتم که چرا میگی دشمنت رو ببخش. اومدم سربستان و توی سربستان یه سری افراد رو دیدم که مهاجرین رو خدمت میکردن بدون اینکه صلیبی داشته باشن، بدون اینکه علائمی وصل کرده باشن. بعد گفتم چرا اینها میان، چه منفعتی ما برای اینها داریم که میان اینجوری محبت میکنن بدون اینکه به عقاید کسی کار داشته باشن، به نژاد و گویش یا زبان کسی کاری داشته باشن، با تمامی دل و جونشون محبتش میکنن. و وقتی انجیل رو شروع کردم خوندم، دیدم که عیسی توی یوحنا 13:35 میگه همدیگر رو محبت کنید، از محبت شما پی خواهند بود که شاگرد من هستید. اینها برای من جذاب تر شدم و به اینها نزدیک شدم. گرچه توی بلغارستان برای کیسم تعمیدم هم گرفته بودم، گفتم خب دیگه الان من سرتیفیکیت رو دارم و دیگه الان من این مسیحی هستم. ولی رفتار اونها که می اومدن مهاجرین رو خدمت میکردن برای من خیلی بولد بود. اونجا انگاری خدا یه چیزی رو داشت نشونه من بود. و توی سربستان تصمیم گرفتم که زندگیم رو به عیسی مسیح تقدیم کنم و همه زندگیم رو بهش گفتم، هر آنچه که دارم رو به تو میدم تا تو خدایی کنی. و بله، شهادت ایمانی من بود. بله، یه اتفاقی هم افتاد توی این وسط، این که اون درد ها و اون زخم هایی که من از ایران با خودم آورده بودم و من رو خیلی اذیت میکرد، دردی بود که 30 سال من رو اسیر خودش کرده بود و مثل یک اون زخم ها عفونت کرده بود رو، همیشه از خودم پرسیدم پویی که اینقدر من رو دوست داری که توی انجیل میگی که من برای گناهکاران اومدم. این جارش رو خیلی دوست داشتم چون من خیلی گناه کرده بودم، حداقل یه نفر پیدا شد و مسئولیت گناه من رو میپذیرفت و من این رو دوست داشتم. گفتم حداقل عیسی این کار رو کرده برای من. و گفتم توی که منو اینقدر دوست داری که عیسی رو برای گناهان من فرستادی، تو اون موقع دردهای من کد بودی، چرا گذاشتی که این مشکلات برای من پیش بیاد؟ و یه صدای آروم به هم میگفت که این رو با برادری که تو رو داره خدمت میکنه، داره تو رو کمک میکنه که من این رو بشناسی مطرح کن. وقتی با اون مطرح کردم، این برادر شروع کرد دعا کردن در نام عیسی مسیح. اونجا بود که شفای خدا جاری شد از طریق تلفن و من از اون اسارت درد آزاد شدم و خداوند قدرت رو داد که بتونم ببخشم عزیزانم رو. من حتی نمیدونستم عزیزانم رو ببخشم، به کلام نبود، از قلب باید میبخشیدم و بتونم شفاعت کنم که ای پدر ببخششون. نمیدونستم چی کار کردن با من. خدا شد، مرسی برای این شهادت عالی. واقعا هر کدوم از ما به صورت منحصر به فرد توسط خدا ملاقات شدیم و این چقدر باعث شادیه که خدا تک تک ما رو انقدر با جزئیات میشناسه و میدونه که از چه راهی باید وارد قلبای ما بشه. خدا رو شکر. بعد ابوذر، تا جایی که من اطلاع دارم شما هنرمندم هستین و در زمینه های نقاشی، خط، تئاتر و فیلمسازی فعالیت میکنین و فیلم کوتاهتون در جشنواره های مختلف هم بوده، جایزه هم گرفتین. میشه در این مورد یکم بر ما توضیح بدین؟ مرسی. من خدا رو شکر میکنم توی این مسیر همون عزیزانی که من رو محبت میکردن، وقتی من محبت رو دریافت میکردم نمیتونستم بی تفاوت باشم، چون یه رابطه وقتی برقرار میشه یه گفت و شنودی هست
و من اون موقع زبان انگلیسی اصلا خوب نبود به اون شرایط، هر آن چیزی هم که بلد بودم مثلا فراموش کرده بودم، شروع کردم خطاطی کردم و بهشون دادم که بهشون بگم من میفهمم محبت شما رو، فقط میخوام بگم ممنونم این همه راه رو میان که من رو محبت کن. و خب تو همون مسیر صبحای خیلی زود بلند شدم، عکاسی میکردم با موبایلم، خیلی ها منو مسخره میکردن چون همه تو درگیره این بودن که از اون شرایط عبور کنن، ولی یه فضایی بود که من باید از اون استفاده میکردم، چون اگه استفاده نمیکردم تو اون شرایط خیلی افسرده میشدم. و همطور اولین فیلم کوتاه هم توی سربستان ساختم با موبایل، و بعد از اون فیلم های دیگه ای ساختم به کمک دوستای فیلم سازم، و خب بزرش جایزه های خوبی هم گرفته، توی جشنواره خوبی هم نمایش برده، و همینطور نقاشی خطم خدا من رو خیلی عجیب تجهیز کرد توی این مسیر که بتونم کارهایی رو که از طریق کتاب مقدس هست، از آیات کتاب مقدس هست، بتونم صورت نقاش کرد انجام نسخه میکنم. خواهش میکنم. خدا رو شکر. اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم که در خلق این آثارتون آیا ایمانتون تأثیری داشته، و اینی که با خلق این آثار هنری چطور خدای زنده رو به دنیا معرفی میکنین یا به همون اطرافیانتون کسایی که اونجا هستن؟ اگه یادتون باشه من گفتم به خود گفتم هر آنچه که دارم و تقدیم تو میکنم، و هر آنچه رو که بهم بدیم بازم به تو تقدیم میکنم، چون میدونم که زندگی رو تو به من دادی دوباره، و همیشه دنبال این هستم که از این هنری که خداوند به من داده بتونم استفاده کنم برای جلال نام خودش، و حتی این بتونه به عنوان یه هدیه باشه، به عنوان یه یاد بود باشه به یه نفر، کار رو انجام میدم. ولی یک سری کارم وقتی دعا میکنم براش که چه تصویر رو خدا میخواد، چه آیه ای رو قلب خداست که براش کار بشه، و خدا به هم رویایی که میده یا آیاتی که میده برام خودم خیلی باعث تشویق هست، میدونم که اجازه میدم روح او من رو هدایت کنه بتونم این رو خلق کنم، و دنباله هر توی این زمینه هر باری از خدا خواستم که یه دلیل رو باز کنم، مثل تئاتر، این تئاتری که توی تابستان گذشته انجام شد کاملا شهادت زندگی من، همین این چیزی که من گفتم رو صورت تئاتر بازی شد به زبان مجاری و انگلیسی و حتی فارسی اجرا شد، یا توی زمینه فیلم هم همینطور، یا همون عکاسی هم همینطور، دنبال این بودم که اون زیبایی که خدا داره رو بتونم به کمک خودش به بقیه نشون بده. خدا شکر. من توی صفحتون خیلی عکساتون رو دیدم و لذت بردم و تبلیغ فیلم هاتون هم دیدم و خیلی دوست دارم که ببینم. البته به من قول دادین که حتما لینک فیلم ها رو برام میفرستین، امیدوارم که بتونیم در دسترس عزیزانی هم که مشتاق هستن ببینن قرار بدیم. توی صحبتاتون گفتین که وقتی که شروع کردین به فیلم ساختن مسخرتون میکردن، یکی از سوالای چالش برانگیز ما امشب همین بود که میخواستم ازتون بپرسم که اگر جایی مشغول خدمت به خدا و دیگران باشین و خودتون میدونین که مسیر درستی رو دارین به سمت هدفتون حرکت میکنین، ولی افرادی هستن که شما رو مسخره میکنن یا بهتون توهین میکنن در این مسیر که شما رو منحرف کنن یا ناامید کنن، عکس العملتون به عنوان یک ایماندار و فرزند خدا چی هست و چی بوده؟ دقیقا فیلم ماهی توی همین شرایط بودم، من رویایی رو داشتم که باید می اومدم توی مجارستان، و توی مجارستان وقتی که اومدم توی کمپ ترانزینسون زندانی شدم با خیلی خانواده های دیگه، و یه احساس مسئولیتی من داشتم که من بی جهت اینجا نیستم، من باید یک کاری رو اینجا انجام بدم، و خیلی حالا دوست داشتم که این رو بتونم
این شرایط رو به بیرون انتقال بدم. برادری که من رو خدمت میکنه به هم گفت ابوذر غرق مشکلات نشو، تو دست توی دستان خداست، بشنو از قلب خدا و اون رو انجام بده. خیلی فکر میکردم و خیلی فیلم میگرفتم تا به اینکه بعد از تمام اون تصمیم گرفتم من رو دیپورت کنم. توی همه این روزایی که من داشتم تصویر برداری میکردم بودن آدم هایی که من رو مسخره میکردن، اسکار مگیری، نمیدونم چی میری کن و از این صحبت ها، ولی مطمئن بودم که خدا یه پلنی داره و من بی جهت اونجا نیستم. بعد از اون وقتی من رو انتقال دادن توی قسمت دیپورت سنتر که من رو دیپورت به ایران میخواستم بکنم یک سال و نیم، این فیلم که صدای بچه های پناهجو بود رو انتقال دادم بیرون و خیلی ها حتی خود مردم مجار نمیدونستم که چه اتفاقی داره توی اون کمپ ها میدونم. یاده کنم خود نوح هم وقتی کشتی رو می ساخت اون مردم خیلی مسخرش میکردن که تو چی کار داری میکنی اینجا، حتی پسرم رو مسخره میکردن که بابا چرا این کار رو میکنی، تو چرا این کار رو میکنی. میومد به هم میگفت که بابا من دوست ندارم این کار رو بکنم. و بعد از اینکه پخش شد و باز خورد پیدا کرد، دیدم چقدر خود پسرم توی روحیش تاثیر گذاشت که ما بی جهت اونجا نیست. خدا رو شکر، واقعا کارهای خدا فوق از تصور ما. و یه سوال دیگه، الان اشاره کردین که در شرایط سختی بودین، در کمپ ترانزیت بودین که مثل زندان بود. میخوام بگم که شاید وقتی که ماها ایماندارا راجع به آرامش و شادی که در خداوند هست صحبت میکنیم، کسایی که ایماندار نیستن یعنی عیسی مسیح رو نمیشناسن، فکر میکنن که وقتی که کسی به عیسی مسیح ایمان میاره دیگه هیچ سختی رو تجربه نمیکنه، هیچ مشکلی تو زندگیش پیش نمیاد. ولی شما گفتین که با اینکه ایماندار بودین ولی تو این شرایط سخت کمپ قرار گرفتین. میخوام بدونم که تو اون شرایط هم آیا شادی و آرامشی که خدا توسط روح القدس به ما وعده داده تجربه کردین و چطوری؟ تجربه کردم، ولی میخوام از یه قسمتش هم بگم که من با ترس هایی وارد این کمپ ها شدم. من دو سال و نیم دعا می کردم که خداوند من رو مجارستان نفرست و میخواستم بمونم سربستان از ترسم، و خداوند رویایی که داده بود باید می اومدم مجارستان. ولی توی همون مجار قسمت دیپورتی هایی که رفتم گفتم خدای تو به من گفتی بیام، من الان منو دارن دیپورت میکنم. و یادم حتی برای اراده خدا رو طلبیدن ترس داشتم، میگفتم که اراده تو بشه، ولی با تمام قلبم نمیگفتم و اون ترس توی دل من بود و اون رو خدا میدید که میترسه. چون پیش خودم میگفتم اگه اراده خدا این باشه من برگردم ایران چی میشه، اونجا چه اتفاق برای من میفته. و خودم یه خواهری با هم تماس گرفت و ابوذر خدا میگه اون ترست رو به من بگو، بگو میترسم از ارادت، من میخوام اون ترس رو از تو بردارم. و وقتی بهش گفتم که میترسم از اراده تو، من میدونم تو پدر هستی، تو من رو دوست داری، و خدا این ترس رو وقتی برداشت اون آرامش رو تجربه کردم. یعنی توی همه این مسیرها اون داره همه چیز به خیریت ما انجام میده و خودش هم با ما توی اون شرایط هست و قوت میده، آرامش میده، ولی توی سختی ها، نه توی گل و بول بول و توی کاخ و اینجور جا، نه توی همون بیابون ها، توی همون برهوت ها، اونجا هست که خدا من. یادم اون روزا روزای خیلی سختی بود برای من، میدونستم خیلی ها دارن برای من دعا میکنن و من هنوز اونجا هستم. و یه روز یه نفر برام یه سرود پرستشی فرستاد و سرود نیازم از خواهرم دریا بود. چقدر توی اون کمپ من رو قوت داد که حقیقتا من نیازم مسیحه، نه دولت ها، نه کشور ها، نه حکومت ها، نه سیاست ها،
بلکه من نیازم در مرثیه باید در عقوبت پیدا کنم. این من رو خیلی بنا کرد این سوره. خدا شکر. توی کتاب مقدس میبینیم که به تعداد تمام روزهای سال گفته شده نترس، و انگار خدا میخواست هر روز به ما یادآوری کنه که من هستم، از چیزی نترسید و همه چیز در کنترل من هست. شما به این سوال منم جواب دادین که از چیزهایی میترسیدین و خدا شما رو آزاد کرد. خدا رو شکر. بعد ابوذر، با اینکه داری به آخر وقت میرسیم، ولی من سوال دیگه هم ازتون دارم. توی صفحه اینستاگرامتون دیدم یه زمانی توی زندگی شما بوده که از خدا میپرسیدین چرا من، چرا زندگی من، چرا پسر من. میخوام بدونم آیا اول اینکه برای این سوالهاتون جوابی پیدا کردین، و اینکه آیا اصلا اون موقع عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودتون میشناختین؟ یکم برام توضیح بدین اگر دوست دارین. این برای اولین بار اینجا میخوام بگم که من وقتی پسرم به دنیا اومد، از همون بچگی متوجه شدیم که پسرم کم شنوایی داره، و این رو من نمیخواستم بپذیرم که پسر من این مشکلی داره، چون هیچ کسی دوست نداره که پسرش یا بچهش ضعفی داشته باشه، دوست داره عالی باشه اومد. ولی همیشه پیش دکترهای می بردم که یکم امید بهم بدن که نه چیزی نیست، در آینده خوب میشه، و هرچی بزرگتر می شود این مشکل پسر من حادتر می شود. مشکل جایی بود که وقتی پسر من باهاش صحبت می کردم، گوشش رو می آورد جلو، می گفت بابا تو این گوشم بگو، من صدا رو نمی شنوم. اون موقع بود که انگار کمرم یه جورایی می شکست، خورد می شدم که چرا واقعا من، چرا زندگی من، چرا پسر من. و باز هم نمیخواستم قبول کنم که پسر من این مشکل داره. میگفتم نه، این داره بازی میکنه، میخواد از مسئولیت خودش فرار کنه، چون حقیقتا برام خیلی سخت بود. و یه روزی وقتی آزمایش عصب گوشش رو انجام دادن و متوجه شدم که 40% از دو تا گوش کم شنواست، اون روز واقعا ایماندار نبودم و شروع کردم با خدا بحث رو بد کردن که من گناهکارم، تو چرا زورت به بچه من میرسه، چرا منو تو آفریدی که این مشکلات رو برای من تو به وجود بیاری. همه اینها رو از چشم خدا میدیدم، و از اون طرف بهش میگفتم که من نمیخوام تو دیگه تو زندگی من خدایی کنی، بذار همینجوری به حال خودمون هر کاری میکنیم، بذار خودمون، تو اصلا تو ابر نشستی نمیدونی چه خبره این پایین، منم مثل یکی اون امامو میآفریدی که گناه نکنم که بچم اینجوری مشکل دار نشه. خیلی اون روز با خدا خیلی بد صحبت کردم. تا گذشت اومدم و توی این مسیر با عیسی آشنا شدم. وقتی با عیسی آشنا شدم و میخوندم توی انجیل که داره شفا میده، پیش خودم گفتم یه روزی بچه من و عیسی شفا میده، ولی ایمانم هنوز اون قد نشده. تا اینکه توی اون کمپ برای بچه‌م سمک گرفتن و همه اون کمپ فهمیدن که بچه من کم شنواست. باز هم دوست نداشتم، گفتم مسخرش میکنم، بچه های دیگه دوست نداشتم عیبش رو ببینم، ولی خدا دقیقا میخواست نشون به همه بده که این مشکل رو داره. اولین باری که پسرم سمک رو زد، یه خنده ای روی لباشه که همیشه همه وقتی ازش پرسیدم چیه بابا، گفتم صدای پرنده ها رو میشنوم، صدای ماشین ها رو میشنوم. و تازه من متوجه شدم چه چیزهایی رو پسرم نمیشنوه، چون من جای اون نبودم. و بعد از یه مدتی گذشت و یه روز اومد و سمکاشو در رو گفت بابا عیسی گوشم رو شفا داده. هللویا. گفتم شوخی میکنی؟ گفت نه بابا خوب میشنوم، همه این صداها رو دارم خوب میشنوم. گفتم نه داری شوخی میکنی. و شروع کردم تست کردن بچه‌ام و اون تمش رو جواب داد. باز هم خیلی ها همونجا میگفتن نه تو دروغ گفتی که بچت کم شنواس، با اینکه من مدارک پزشکی دارم هنوزم نگه داشتم. و خیلی ها گفتن بعدا دو مرتبه این برمیگرد، ولی پسر من
گوشش میشنوه الانم و صدای عیسی رو شنید که آرمین دوستت دارم. اما ایمان دارم این خدا همون خداییه که قبلا شفا میداده، امروز پسر من رو شفا داده و مطمئنم عزیزانی که هستن میبینن این برنامه رو، خدا هم قادره که بیمارانشون رو شفا بده. آمین آمین. خدا رو شکر برای این شهادت. حالا وقتی که داشتین میگفتین داشتم تصور میکردم که تو این رابطه چقدر شما میتونین این حس پدران خدا رو درک کنین نسبت به خودمون، و ماها تک تکمون میتونیم این حس رو درک کنیم که وقتی که ما دردی داریم و مشکلی داریم چقدر بیشتر از ما خدا درد میکشه. یه پدر مادر حاضرن هر دردی رو خودشون تحمل کنن ولی اون درد رو در بچهشون نبینن. واقعا مرسی، این شهادت شما خیلی برای خود منم یه یادآوری بزرگی بود که وقتی تو مشکلات قرار میگیرم به جای اینکه غر بزنم فقط سرم بالا کنم بگم بابا فقط به کمک تو احتیاج دارم. خدا رو شکر، مرسی. یکی از هم جان جواب سوالتونم الان میگم خدای شکر به خاطر اینکه زندگی من و پسر من رو تو انتخاب کردی. تو شکر کنم برای همه اون مشکلاتی که برای من به وجود اومد، چون امروز متوجهم که اون مشکلات از خدا نبوده، خدا اجازه داده بود بیاد و امروز همه اونها رو داره تبدیل میکنه توی این مسیر. شکر برای این شکر. خدا رو شکر. و شما هم هی رشد میکنین، هم شما هم پسر گلتون. خدا رو شکر. یکی از همراه های برنامه پرسیدن از شما که چطور شما به کسی که عیسی مسیح رو نمیشناسه بشارت میدین و عیسی رو به اون معرفی میکنین، چطور شروع میکنین؟ من فکر میکنم و خودم اینجوری ایمان آوردم، عزیزانی که اومده بودن من رو محبت کردن بدون اینکه به عقاید من کار داشته باشن یا به ملیت من کار داشته باشن، ما دنبال این بودن که با من دوستی کنن. و وقتی من دوستی اونها رو دیدم که به من اهمیت میدن بدون این بیچونه چرا، حتی وقتی اونجا نیستن به من زنگ میزنن، برام پیام میفرستن، برام دعا میکنن، تشویقم میکنن، ازم میشنون، احساس کردم اینها متفاوتن. و فکر کنم مهمترین کاری که میتونیم بکنیم برای بشارت دادن باشون دوست بشیم و محبتشون کنیم، همون یوحنا 13:35 از محبتشون، محبتی که میکنین اونا متوجه میشن ما شاگرد ایسی. آمین. منم دقیقا با شما موافقم. وقتی که یه محبتی میکنیم که از جنس خداست بدون توقع، بدون اینکه فکر اینو بکنیم که حالا من این کار رو براش میکنم اونم این کار رو برای من میکنه، مسلما اینطوریه که بعد یه مدت اون اشخاص میبینن که نه طرفش توقعی نداره و داره اینطوری منو خدمت میکنه، به محبت میکنه و مطمئنم که میپرسن که چرا شما اینقدر متفاوتین، و اون موقع است که ما میتونیم بگیم که این محبت از خداست که در ما داره میجوشه و به بقیه هم سرایت میکنه. خدا رو شکر. دیگه تقریبا آخر برنامه است ولی من دلم نمیاد این سوال رو ازتون نپرسم، سعی میکنم سریع تمومش کنیم. بزرگترین هدیه ای که در زندگیتون از عیسی مسیح دریافت کردین چی بوده برادر عزیز؟ بعد از نجاتم آرامشی که خدا به هم داده. حقیقتا حالا اون آرامش توی اون شفا بود و یه پروسه‌ای رو طی میکنه، ولی آرامشی که خدا بنده هم درسته توی 34 سالی که قبل از ایمانم تجربه نکرد، که وابسته نه به دولت، نه به پول، نه به شرایطت، فقط وابسته به رابطه خودت. خدا شکر. و در آخر ازتون میخوام که این جمله رو کامل کنین: زندگی من با مسیح، زندگی من با مسیح مثل نفس کشیدن هر لحظه نیاز من. آمین آمین. مرسی. و خیلی تو قلبم بود که در آخر که میخوام برنامه رو تموم کنیم بگم که این آیه کلام خدا، همونطور که امروز خیلی در مورد محبت صحبت کردیم، نوشته شده که خدا جهان رو انقدر محبت کرد که یگانه پسر خودش رو داد تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نگرده بلکه حیات جاودان رو به دست بیاره. و برای خود من وقتی که این آیه رو شنیدم اینطوری بود که انگار که یک نفر چک سفید امضا داره به من میده. یه نفر هستش که
بار همه گناه های منو برداشته، همه اون چیزایی که شما حس می کردی منم حس می کردم. من مسلمون خوبی نبودم، شاید خیلی کارا رو نمیتونستم انجام بدم، خیلی شریعت ها برای من سخت بود و همیشه خودم رو دور از خدا میدیدم. همیشه یادم میاد وقتایی که تو مشکلات بودم، تو سختی ها بودم، با خدا حرف می زدم یا برای خدا می نوشتم حتی، ولی هیچ جوابی دریافت نمی کردم. و وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردم، انگار که دوباره این رابطه شکل گرفت و دوباره اونجا، یعنی دوباره که نه، تازه اونجا فهمیدم که این خدا خدایی نیست که فقط به قول شما تو آسمونا باشه، دور از دسترس باشه و ما فقط شاهد درد و رنج کشیدنهای ما باشه، و چقدر این خدا ما رو محبت کرده ولی ما نمیدونیم، ما نمیدونستیم. من خودم نشنیده بودم که عیسی اومده جونش رو داده تا گناه های من رو برداره، و چقدر پذیرفتن این هدیه بر من شیرین بود که خدا چیزی از من نخواسته، فقط اومده منو محبت کنه، اومده منو خدمت کنه و بار همه گناه های من رو اون روی صلیب روی خودش برداشت. و واقعا خدا رو شکر میکنم و امیدوارم عزیزانی که همراه ما هستند و هنوز زندگیشون رو به عیسی مسیح ندادن، این تجربه شیرین رو در زندگیشون داشته باشن. شاید هر کاری که ما میخوایم بکنیم یه ریسکی داشته باشه، ولی این هیچ ریسکی نداره، یعنی همه چی از طرف خدا آماده شده و کافیه که فقط ما در قلب خودمون رو باز کنیم. مرسی برادر ابوذر عزیز که وقتتون رو به ما دادین، خیلی گفتگوی شیرینی بود و خیلی بر من وقت زود گذشت. امیدوارم که بتونیم باز از شما بشنویم و در خدمتتون باشیم. مرسی، ممنونم از دعوتتون و قوت، شادی و سلامتی خود با تک تکتون باشه. خیلی ممنونم، مرسی. ببخشید عزیزان که من وسط صحبت هامون کامنت ها رو مجبور شدم ببندم، ولی خیلی خوشحالم که شما تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردین. یه کوچولو بیشتر از ساعت شد ولی خوشحالم که در خدمت شما بودیم و ممنونم بازم از حمایتاتون، از همراهیتون، از دعاهاتون و اینکه هستین، و خیلی احساس خوشبختی میکنم در این خانواده جهانی الهی. شکر بر وجودتون، وقتای خوبی داشته باشین، در حضور خدا و در دستای خدا باشین. خدا نگهدارتون.